پس از برگزاری یک قطار چورابینی ها برای به تنظیم درآوردن حرکت نقلی در شهر خاروخ و جهت غیرقانونی و بدون حجت لازمه استفاده بردن وسیله نقلی در شهر خاروخ، علاقه تنبشوی نقلی در خیابان اساسی شهر به نظر نمی رسد. در شهر خاروخ از آنکه حدود جغرافیش برای حرکت منتظم نقلی می کند وسیله فراهم آوردن نمی تواند، جهت زیاد بودن شماره وسیله نقلی اساسا از حدود بازار استقلال تا چهارراهه شهر خاروخ تنبشوی نقلی به نظر می رسد. این هم باشد با اون سبب که تعداد بیشتر وسیله نقلیات مسافرکش چه در حدود شهر خاروخ و چه از نواحی دور نزدیک آمده در پیش بزرگ مرکزی شهر خاروخ زیاد جمع می‌گردند. اما پس از اون که مسئله مذکور در ملاقات پیشوای ملت با فعالان شهر خاروخ مورد بررسی قرار گرفته بود، مدت یک هفته باز رایدها و سنجش‌ها و دیگر چاره‌بینی‌های مخصوص برای تنظیم حرکت نقلیات در شهر خاروخ، پیشگیری قانون‌ورانکنی ها در سمت آینه های 36 و نقلیات رانندگانی که بدون حجت در مسیر شهر حرکت دارند برگزار می‌گردند. امروز علاقه در پیش بزرگ مرکزی شهر خاروخ تنبشوی نقلیات مشاهده نمی‌گردد. سبب چنین روند مهیاست، زیرا تعداد بیش از 50 عدد نقلیات مسافربر و خصوصی در موقوفگاه موقتی ریاست کارهای داخلی در شهر خاروخ جهت نبودن حجت لازمه دستگیر کرده شدند. سبب دیگر آن است که اکثرت رانندگان که همه حجت‌های ضروری برای استفاده نقلیات ندارند، از استفاده این نقلیات موقتاً خودداری می‌کنند. یک روز پیش در محله سید میر عبدالرحمن و شهر خاروخ 20 عدد وسیله‌های نقلیات و 58 عدد چنین وسایل در مرکز نواحی شغنان شهرک وحدت با تشبس جوانان این منطقه ها توزیع کرده شدند. چه خیلی که شما می‌بینید اکثریت ساکنان نواحی بنانگ و ناموس نواحی شغنان انا دستور سپورشو و سخنانی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشو ملت جناب ولی پرزیدنت مملکت مولای رحمان رو صمیمی قبول نموده، یک خلاصه درکوری به خودشان برآورده، تعداد زیاد نقلیات 36 در پیش بینای شعبه وزارت کارهای داخلی دسترس نموده، خودشان کنده توزه کرده شدند. میونی نورسان و جوانان گروه های تشویقاتی ترغیباتی پیوسته برگزار گردیده شدند در مؤسسه های تعلیمی میونه عمومی شهر خاروخ، بین خوانندگان صنف های بالایی همراه با والدانشان صحبت ها برگزار گردیدند، در محله های شهر خاروخ گروه های تشویقاتی ترغیباتی برگزار کرده شدند و حاضر ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت مختار کوهستان و بدخشان از حساب خود جوانان سالم فکر یک گروه دیگر را آماده کرده است و این گروه کاری نیز علاقه به کار خود شروع کردن. با جوانان محله شهر خاروخ همچون پرینسپ همسال به همسال صحبت خواهند کرد و اون کمبودی هایی که امروز اون نیروده هایی که از طرف رهبر دولت در سخنرانیشون قید گردیدن ما کوشش می نماییم اون رو سرمشق کار خود روزه خود قرار داد، بهر اجرای بصفت اونا تمام کوشش و موارد خود رو استفاده بریم. به اندیشه قشر جوان جامعه آینده ملت از آنها وابستگی دارد و ما از امروز ضرور است که در نظام درآوردن ترتیبات جمعیتی در شهر خاروخ سهم آنها نظر رس باشد. با وجود این همه روزه برای عملی گشتن چنین اقدام ها کارمندان بازرسی دولتی افتمبیلی در شهر خاروخ و نواحی نزدیک آن سنجش ها و رید ها و همانو کارهای فهماندهی برگزار می نمواند.